خب سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما. ببینید الان وقتشه که بهتون میگم عرض مسکو در بیارم راحت باشم. در حضور یکی از استادان خلاق با استعداد و توانمند کرجی. حالا موضوع چیه؟ تمام افرادی که توی کرج هستن بلخص جوانا عاشق صحبتهای استاد میشن. چرا؟ چون بحث سینماست، بحث جوانانه. استاد آبادی عرض ادب و احترام دارم، حال شما خوبی؟ قربونت برم، زنده باشی. بفرمایید این شما و اینم دوربین که اجازه بدید اینو بیرون بیارم. زنده باشید. البته همه حرفایی که زد خالی بندی بود، من کوچیک همه بچهای هنری استان سینما هستم و خودم شاگردی میکنم و باعث افتخاره به عنوان یک خدمتگزار کوچیک در خدمت بچهای هنری و سینمایی استان باشم. در خدمتتون هستم. استاد چی شد که این شد؟ سینما این شد، الان رایگان داریم فیلم پخش میکنیم برای مردم، الان داریم نقد رایگان انجام میدیم. مثلا چی شد اینا؟ چی شد به اینجا رسید اصلا؟ همه اینا به لطف به شما نگاه کنم یا به دوربین؟ من که دوست دارم ولی دوربین به من تو دوست دارم. اتفاق از اونجا رقم خورد که خانه هنرمندان کرج شکل گرفت با همت رؤسای هنری انجمنهای هنری استان در کنار هم در هیئت هیئت امنا و هیئت مدیره. این اتفاق رقم خورد به محوریت مدیر عامل محترم جناب آقای عادل جلیلی و دوستان عزیزی که در کنار ما بودن. قرار شد که در قالب یک سری سلسله نشست‌های مشق عاشقی که بخش‌های مختلف فرهنگی هنری داره، یکی از این بخش‌ها هم پاتوخ‌ها و نشست‌های فیلم کوتاه همراه با جلسات نقد و بررسی که توی پارت اولم اولویتمون فیلم‌های کوتاهی بود که بچه‌های استان البرز و کرج فیلم‌هاشون توی جشنواره‌های مختلف حضور پیدا کرده، تقدیر شده، جایزه گرفتن و این اتفاق رقم خورد که به نظرم حداقل ترین کاری که می‌شد بکنیم همین بود و انشالله تداوم هم داشته باشه. و چقدر پر انرژی، پر انگیزه و پر هیجان این برنامه رو دنبال میکنه. جناب آبادی رو من اولین باری که دیدم تو طبقه بالا بود، بعد همه چی ریخته بود به هم، همه رو داشت مدیریت میکنه. گفتم با خودم تو ذهنم گفتم یه نفر این همه کار. از اونجا بود علاقه شدید پیدا کردم بهشون بابت اینکه بفهمم آقا چی تو ذهنشون میگرده. البته من ایشونو ول نمیکنم، این یک مسابقه خیلی خبری و خیلی کوتاهه، اصلا بحث ریپورتاجی نیست. یه مسابقه ریپورتاجی به احتمال زیاد باشون داشته باشیم، حالا چه به صورت صوتی چه تصویری. اگه طولانی باشه که قطعا صوتیه، اگه تصویری باشه قطعا کوتاهه. در حضور استاد هستیم. استاد برنامه های امسال چیه؟ چه کار داریم تا آخر سال؟ سال بعد برنامه چیه؟ اگه ایده‌ای داری، صحبتی داری، الان وقتش. خیلی کار داریم. ببین بذار شر این کرونا ایشالله تا آخر امسال امیدوارم ایشالله کامل کنده بشه. به شما خواهیم گفت که ایشالله سال 1401 رو انشاءالله به لطف و فضل خدا با همت بچه های هنری، با همت مدیر عامل محترم و هیئت مدیره محترم، به نظرم یکی از بهترین و بروزترین و با اوجترین روزهای خانه هنرمندان خواهیم دید که خیلی از اتفاقات هنری رو نه فقط تو شاخه سینما، یکیش در واقع پاتوق فیلم هست، کمک به بچه های فیلم کوتاه، جهت ساخت فیلم کوتاه در واقع و خیلی از پاتوق‌های کوتاه سینمایی مثل پاتوق‌های فیلمنامه، پاتوق‌های دیگه که برنامه‌ریزی کردیم انشالله انجام خواهد شد. ماجرا چه قراره که همه هنرمندا توی اینجا جمعن و میتونی فیزیکی باشون در ارتباط باشی؟ مثلا میگم چقدر خوب هستی فیزیکی شما. هم خودم هستم. مثلا بخوام از این مجازه یه دیگه یواش یواش داریم دور میشیم و چه خوبه که در جهان شهر خانه هنرمندان کرج دور هم جمع بشیم، تو این پاتوقا شرکت کنیم. یا تو وزارت ارشاد الان ما تو سالن سیروس صابر هستیم که خیلی خوب برنامه اجرا شده، نقد داره توسط آقای ناصری انجام میشه. خب همه این مراحل عالی داره میره جلو به لطف آقای عابدی عزیز. نه آقا به لطف همه، واقعا یک شخص دخیل نیست. سرکار خانم قربانی مسئول جلسات همین نشست ها، خود آقای عادل جلیلی که در رأس مدیریت همه چیزا رو بر عهده داره، همه هر کدوم از عزیزان به سهم خودشون دارن کار میکنن. واقعا یک کار تک نفره اصلا نیست این قضیه. خود شما، خواهر عزیزمون پشت دوربین، تک تک شما. ممنون از شما. باز اگر صحبت آخری دارید دوربین در اختیار شماست، مایک روشنه، ما هم میشنویم.
قربونتون برم. من فقط میگم که فلسفه بنیادین خانه هنرمندان کرج و کارهای مشارکتی که با انجمنهای هنریش از جمله انجمن سینمای جوان به همه انجمنها انجام میده فقط یه چیزه، فقط یک چیز، یک شأن و منزلت هنرمند ما توی استان جایگاهش حفظ بشه و دیده بشه، و دو حال مردم ما خوب بشه به امید خدا. ممنون از حضور شما، ممنون از گرمای وجودتون که این مسیر رو داره هموار میکنه برای جوانا. خود من، خود دوستان جوانی که دوروبر شما هستن، به لطف شما این خانه داره حرکت میکنه، میچرخه چرخش، و به لطف هنرمندای عزیز این تلاش دیده میشه. ممنون از شما شنوندگان، بینندگان عزیز، ممنون از شما. مخلصیم، بزن قدیش کرم. ممنونم از شما. استودیو صداهای همراه.